به نام خدا سلام خیلی خوش اومدیم به یکی از قسمت های برنامه چه خبر بریم سراغ اخبار و سوژه ها های هنزله کامپیوتر شخصی گانس رو هک کردن و تصاویرش رو منتشر کردن این سری تصاویری داشت که من نمیتونستم بیارم به خاطر منشوری بودنشون ولی تا اونجا نفوذ کردن هرچند که ته این چند روز اخبار مختلفی رو از این گروه هکری ما شنیدیم که حتی به تاسیسات هسته‌ای و مراکز هسته‌ای هم دست پیدا کردن این سری اطلاعات از اونجا هم منتشر کردن یعنی توی این یک هفته گذشته تقریبا چند تا خبر از این گروه هکری اومد که این کار رو انجام دادن و تا اونجا نفوذ کردن اومدن سه تا سوال هم ازش پرسیدن که میخواستن بگن که آره ما تا اونجا واقعا نفوذ داشتیم و شما تحت رصد ما بودین که مثلا طبقه فلان ساختمان فلان که تختش قرمز بوده شما اونجا مثلا چیکار میکردید با اون خانومه و حالا اون خانومه اصلا برای چی گوشیش شنود می شده و دخترت چرا خودکشی کرده آی گانت این سوالات ازش پرسیدن که بیشتر تحقیلش بکنن و مسخرش بکنن اگر این اتفاق برای فرمانده ایرانی افتاده بود که چه حیحاتی برپا می کرد همین رژیم سهیونیستی چه استفاده رسانهی می کرد متاسفانه در کشور ما رسانه های ما اینقدر منفعلن که وقتی همچین انگار که مثلا چیز عادیه تا اونجا نفوذ بکنی اونم دولت منحوسی که اینقدر ادعای امنیت و مثلا قدرت اطلاعاتی اینا داره تا اونجا تونستن نفوذ بکنن بریم سراغ یه مسئله خیلی مهم که خواهش میکنم تا انتهاش با من همراه باشین زیاد طول نمیکشه دو سه دقیقه جمعش میکنیم آقای سیامک کوشی رو نمیدونم میشناسین یا نه ولی من گه لازمه که یه توضیحی بدم ایشون حالا یک فعالی هستش که اینم توی اینستاگرام پستشه با هم بخونیم مرگ تدریجی یک رویا اکثر انسان ها تجربه دیدن رویا هنگام خواب را دارند. معمولا این رویاها ها به قدر شیرین و دلچسبند که انسان میلی به بیدار شدن از خواب ندارد. چرا که بیداری از خواب همانا و پایان رویا همانا. برتری نژادی قوم پارس تاریخ شکوهمند 2015 ساله برترین تمدن بشری منشور حقوق بشری کوروش هخامنشی حکمرانی چندین ساله بر تمامی جهان با هوشترین بودن در میان تمام ملل و اقوام و غیره همگی رویای شیری نیست که در صد سال گذشته فارس ایران در خوابی عمیقان را مشاهده می کردند و می کنند. خب این که حالا شما برداشت بکنید از این قضیه که ایشون پان یا نیست که دیگه برخته خودتون دیگه از این واضح تر من نمیدونم چجوری باید اعلام بکنه این قضیه رو که توی بیو... بیوگرافی اینستاگرامش هم این پرچم ها رو زده دیگه اینم دلیل دوم اینم استوریش که پرچم آذربایجان رو گذاشته و زده وطن نکته جالب اینه که سالهای گذشته در اعتراضات خیابانی در تبریز به نقل از رسانه aznews.tv دستگیر شده بوده طی دو مرحله یک بار وزارت اطلاعات دستگیرش کرد یک بار اطلاعات سپاه را اینکه چقدر میشه به این استناد کرد و کاری نداره حالا توی اون اعتراضاتی که این آقا اونجا شرکت کرده حالا دستگیر بس دستگیرش هستن اینکه این که اونجا بوده چه شعارهایی داده می شده این که آذربایجان الاحواز احواز با هی جیمی که گروه تجزیه طلب هستش این هم یک دلیل دیگه و ماجرا اینجا جالب میشه که چرا این آقا باید با آی پزشکیان دیدار بکنه در اون دیداری که داشتن با آی پزشکیان ایشون هم اونجا حضور داشته خیلی جالب شد نه جالب ترش بکنم واسهتون آقای مهدی پزشکیان بعضی از پست این آقا رو لایک کرده و دیدین این پستشو دیگه اینم آقا مهدی پزشکیان که پست رو لایک کرده سوال اینجا به این شکل پیش میاد که آیا پزشکیان خب طبیعتا حالا هر جلسه ای که میره طبیعتا نمیتونه مهمونا رو بشناسه که این کیه اون کیه حالا شاید یه نفر سابقه داشته باشه یه نفر سابقه نداشته باشه مشخص نیست نهادهایی که مسئول هستن از رئیس دفتر از دفتر ریاست جمهوری تا حراست چه توضیحی برای این اتفاق دارند و آیا این گاف بوده گاف نبوده تونسته خودش رو جا بده توی اون جلسه هماهنگ شده بوده سوال خیلی جدیه که پیش اومده و امیدواریم که روشنگری اتفاق بیفته و تکذیب بشه بگن گاف بوده بگن حواسمون نبوده و نمیدونم حالا اینکه بیان این حرفا رو هم بزنن چقدر میشه پذیرفت این قضیه رو ولی برای من خیلی سوال بود آیا سیامک کوشی با این سابقه و با این که فعالیت تجزیه طلبانه رو به صورت علنی داره انجام میده چطوری تونسته با پزشکیان دیدار بکنه و چرا هدف از این دیدار چی بوده خیلی بر من سوال امیدوارم که جوابش داده بشه در بحث مازوت و قضیه خاموش های منظم که قرار شده برنامه بدن یه سوالی مطرح شده اینکه چرا خاموشی منظم رو گره زدن به مازوت و اساسا طبق آماری که منتشر شده بخونیم توی این گزارش از مجموع 143 نیروگاه بزرگ کشور تنها 16 نیروگاه بخاری امکان مصرف مازوت را دارن بعضی 14 هم گفتن که از بین این 16 نیروگاه نیز مخزن سوخت دو نیروگاه به و اسفان سالها پلمپ بوده هستن یعنی میشه 14 تا مصرف مازوت در 14 نیروگاه دیگر در فصول سرد سال به خاطر عدم تخصیص کافی گاز انجام می شود که رئیس جمهوری دستور داده در سه نیروگاه عراق شازند کرج قائم منتظر القائم و نیروگاه اصفهان مصرف مازوت متوقف بشه در سه نیروگاه مصرف مازوت متوقف شده از سوی دیگر در حدود 130 نیروگاه که واحدهای سیکل ترکیبی و گازی هستند اساسا امکان مصرف مازوت از لحاظ فنی وجود نداره یا گازیان یا خدمت شما عرض با گازوئیلن و این واحدها یا باید با سوخت گاز طبیعی به فعالیت تولید برق بپردازن و, و یا از طریق سوخت گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند سهم نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در تأمین برق فصول سرد سهمی بسیار بیشتر از نیروگاه بخاری است و توقف مازوتسوزی در سه نیروگاه بخاری اگر حتی منجر به از مدار خارج شدن این نیروگاه ها و توقف تولید برق در آنها شود اگر چه به محدود شدن تأمین برق کشور می این ستا حتی اگر که به خاطر توقف مازوتسوزی بیان از مدار تولید برق هم خارج بشن درسته که تامین برق کشور رو محدود میکنه اما نمیتواند تولید برق را به حدی محدود کند که نیاز به اعمال خاموشی های سراسری باشد خیلی جالب شد اومدن گفتن که دوگانه سلامتی آسمان آبی هوای پاک یا بریم مازوتسوزی بکنیم مثلا برق تولید بکنیم چرا خاموشی منظم رو اومدن گره زدن به این قضیه چرا هیچ برنامه ای داده نشد؟ چرا هیچ نقطه سر خطی مشخص نشد؟ این سوال ما همچنان هستش از برنامه های قبلی تا کنون که این وضع تا کی ادامه خواهد داشت و این در نهایت این گزارش با محاسباتی که انجام میده یه نتیجه گیری میکنه خالی بودن مخازن گازوئیل نیروگاه ها که بیش از 60 درصد است را میتوان دلیل اصلی اعمال خاموشی های بخش خانگی در پاییز و زمستان امسال داره و سو سوال اینجاست که آیا تمین گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها برای دولت آنچنان غیر ممکن بود که تصمیم به قطع برق خانگی گرفته شد واقعا این سواله که این گازوئیل چرا اولا تأمین نشده حالا من یه گزارش رو خوندم که گفتن در انتهای دولت شهید رئیسی یه ذره اهمال کاری شده و نتونسته اون وزارت نف که این این انرژی رو تأمین بکنه و توی این دو سه ماه هم اونطوری که باید برنامه ریزی نشده بود واسه جبران یا حالا تلاش کردن و نتونستن جبران بکنن اون کسریه رو و این سوال اینجاست که چرا به جای تامین گازوئیل مورد نیاز نیروگاه ها بحث قطع برق در پیش گرفته شده و منظم و خاموش منظم تصمیم گیری شده ولی نکته نهایی که ما میخواستیم از این نتیجه گیری بکنیم این که دوگانه مازوت و سلامتی و هوای پاک نیست چون اساسا اون سه تا سه تا از نیروگاه که حالا میگن نزدیک 5 تا 10 درصد یا حالا کمتر هم حتی از برق کشور رو تولید میکردن اینطور نیست که انقدری فشار بیاره که بخواد کلا، من منظم به کشور تحمیل بکنه و این ایراد کار جای دیگه است این ویدیو رو با دقت ببینید و واقعا آدم ناراحت میشه خیلی آدم ناراحت میشه یه نکته رو در انتها میگم ایشون حسن قشقاوی دیپلمات و سیاستمدار ایرانی که راجع به اون قسمت هایی از ایران صحبت میکنه که توسط بیکفایتی حکمرانان این مرزوم طی قرن های گذشته از دستمون رفته ببینیم روی نقشه که ایشون داره صحبت میکنه ما روی نقشه ببینیم ایران بر اساس قراردادهای ننگین گلستان و ترکمانچار با روسیه 1813 و 1828 میلادی آرام و شروان 86600 کیلومتر مربع ایران از بطلی به این باره. ارمنستان 29800 کیلومتر مربع از ایران جدا شد گرجستان 69700 کیلومتر مربع از ایران جدا شد داغستان 50300 کیلومتر مربع از ایران جدا شد اوستی شمالی 8000 کیلومتر مربع از ایران جدا شد چچن 15700 کیلومتر مربع از ایران جدا شد این گوش کیلومتر مربع بر اساس برادات مسیحان انگلیسی حرات افغانستان 35000 کیلومتر بخشای از بلوچستان و مکران 350 هزار کیلومتر سرزمینهای های جدا شده ماوراءن بر اساس پیمان آخال با روسیه در زمان ناصرالدین شاه ترکمنستان 488 هزار خردی کیلومتر ازبکستان 440 هزار خردی کیلومتر تاجیکستان 141 هزار و 300 کیلومتر قزاقستان 100 هزار کیلومتر قرقیزستان 50 هزار کیلومتر سرزمین های جدا شده جنوب خلیج فارس بر اساس پیمان منطقه مستشاران انگلیسی امارات 83600 کیلومتر بحرین 694 کیلومتر مربع قطر 11493 کیلومتر مربع عمان 309500 کیلومتر این نقشه ای ایران رو ببینید چقدر شیر بود و بعدش تبدیل به گربه کردن خیلی دردناکه این اتفاق و شنیدن این آمارها ولی خب باید همه بدونن همه ای ما باید بدونیم مثلا دانش آموزا جوانان و جوانها. ها طوری تلقین میکنن به ما که گویی مثلا ما در گذشته هیچ مشکلاتی نداشتیم و پر افتخار ترین دوران رو میشه همین چهل سال اخیر نام برد به خاطر اینکه اجازه ندادیم یک وجب از خاک جدا بشه و به همین میزان فشاری که غرب داره سر این قضیه میخوره که نمیتونه بهره من بشه از منابع طبیعی ایران اومده امارات رو تحریک کرده که سر قضیه جزایر سگانه هی بیاد مثلا ادعای رسانه ای مطرح بکنه که مثلا بخوان این کار رو بکنن یا مثلا آتو بدن دست مخالفین داخلی که حالا مثلا سرکوفتی چیزی درست بکنن ولی هیهات که یک وجب رو بتونن در عمل بگیرن من شنیدم که مسکنز... مسکنسازی هم تره مسکنسازی هم در جزیره بوموسا استارت خورده و قراره که تعدادی مسکن اونجا ساخته بشه و حالت مسکونی جدیتری پیدا بکنه افراد اونجا حضور داشته باشن و مردم اونجا حضور داشته باشن توسعه پیدا بکنه طبیعتا خیلی جلوگیری میشه از خیلی ادعاها و اینه تمامیت ارزی حفظ تمامیت ارزی به همین سادگی ها نیست ما خیلی خیلی از این وطنمون تیک پاره کردن و بردن قراردادهای وحشتناکی رو بهمون تحمیل کردن و همین آسونی نیست نگه داشتن یک حکومتی که جایشان توی بخشی از پهلوی هم خب چند موردی هست که حالا اشاره نکرد دقیق ولی خب خدا رو شد که حداقل یکی از سیاستگزاری های درست جمهوری اسلامی این بوده که در سر بحث تمامیت ارزی با کسی شوخی نداشته و نداره عبدالستار دوشوکی فعال تجزیه طلب بشتم ببینیم چی میگه ما امروز به اینجا رسیدیم که واقعا این امکان اینکه که گروه های مختلف اپوزیسیون بتونن با هم دیگه کاری کنن وجود نداره شما همین حرکت جورستان رو ببینید این یکی از بزرگترین شکست هایی بود که اپوزیسیون در عرض این 45 سال گذشته دیده بود و امروز من رو به جایی رسونن که من دیگه از این اپوزیسیون واقعا نامید شدم صد درصد نامید شدم و من پنج سال بیش از چلو پنج سال پیش به مردم گفتم که من به شما قول میدم که این رژیم رفتنیه 20 سال پیش هم در تلویزیون ها صحبت کردم گفتم این رژیم رفتنیه الان هم یعنی خودم وقتی خودم تو آینه نگاه میکنم چلو پنج شیست ساله دارم میگم که این رژیم رفتنیه رژیم کجاش رفت این رژیم با این اپوزیسیون با این وضعیتی که ما به وجود آوردیم متاسفانه رفتنی نیست متاسفانه من شخصا از اینکه این اتحادی به وجود بیاد کاملا ناامید شدم اپوزیسیون رو نگاه کنید مشتی آدم ابله هستند ب... یعنی بخش عظیمی از اپوزیسیون فقط دنبال فند و پول و اینا هستند یعنی همه یعنی اگر گرهوک شود که در شهر مسگیرند باید حرام که هست گیرند اکثرشون هم دروغ میگن دغدغه ملت دغدغه مملکت رو ندارن حالا این که حرفی که ما میزدیم مدت که بابا اینا میان پول میگیرن خیلی پروژه هاشون لو رفت مخصوصا مسیح علی نجات که چند هزار دلار میگیره برای سخنرانی و اینها بعد جوانان ها و جوانهای که اصلا تو عادی سیاست نیستن و چند تا پست میبینن جوگیر میشن که جمهوری اسلامی به زودی رفتنی است و پنج سال پیش تا حالا داره این حرف رو میزنه آینده شماهایی که این توهمات رو دارید اینه که بعد 45 سال بعد به تو آینه نگاه کنید خب این که جمهوری اسلامی این نظام کجاش رفت چی شد اصلا به کجاش گرفت این قضیه براندازی رو و شوخی نیست بحث انقلاب انقلاب اجزا و معلفه های مختلفی داره این که با چهار تا پست و استوری و فعالیت مجازی شما بخوای انقلابی رو بکنی و عمر خودتو بذاری سر این قضیه جلوی پیشرفت خودتو بگیر جلوی فعالیت خودتو بگیری رشد خودتو در زندگی بگیری که دارم فعالیت میکنن برای براندازی جمهوری اسلامی اینا 45 سال این کار کردن کسایی هم که اون دارن فعالیت میکنن امثال سالومه و مسیح نژاد نجاد و علی کریمی ها و فرخ نجاد ها و اینا هم که خودشون بارها لو رفتن سر قضیه فاندگیری و پول گرفتن برای اینکه آره اصلا اینها از خداشون جمهوری اسلامی نره چرا؟ به خاطر اینکه اینا اگه بره تقریبا آجره دیگه به کی میخوان گیر بدن اپوزیسیون کی میخوان بشن از کی میخوان فان به دولت های خارجی رو چه جوری میخوان بکنن اینا حتی اگر در داخل کشور هم بعدن پست بگیرن در حکومت فرضی بعدی خودشون اینقدری بهشون نمیرسه که الان داره مثلا مسیح علی برای سخنرانی مثلا چند هزار دلار میگرفته توی ایران که بخواد بیاد که دیگه اونجوری درآمد نداره دیگه اینا همون سودشون تو همون فازی که گرفتن و اون اپوزیسیونی که میرن دولت ها رو میتیقن و اسم این که ما میخوایم حکومت ایران رو براندازی بکنیم و خواهشم از جوانان و جوانان اینه که اگر هم حرف ماها رو قبول ندارید برید همین حرف اینهایی که این مسیر رو رفتن بالاخره چهل سال این مسیر رو رفتن به اینا گوش بدید بشنمیم از عربستانی ها و علماشون نفسه فی کل صغیرته ضرورتی ندارد که طالب علم خود را گرفتار هر موضوع کوچک و بزرگ اگر در قبر از ادرار خود تاهر نشده باشید در روز قیامت عذاب خواهید شد اذا ما اما اگر درباره مسائل فلسطین چیزی ندارید، عذاب نخواهید امور فلسطین اگر از اینهایی که در موضوع فلسطین فعال بودن سوال کنیم که چطور از ادرار خود تاهر می به خداوند قسم نمی داد تقلیل یوم فلسطین لو کن نکیف تتنزه من بولک والله ما یعرفه اذا ما عرفت مخطط اگر در باره های دشمن فقه وقایع و رویدات ها و آنچه برای امت اتفاق افتاده فقط الاعداء و فقه الواقع و ما حصل الامه لن اسألک الله خداوند هرگز درباره آن از شما سوال نمیپرسد این نصیحت من به برادران دلیلی ذلك فهذه از فلسطيني ها حمایت بکنن اینه که برید اول یاد بگیرید چجوری تهارت میکنن اون خیلی مهمتره اگر که تهارت خودتو بلد نباشی خدا بهت عذاب میده چرا تهارت خود بلد بودی ولی اگه از فلسطین حمایت نکنی خدا کاری بهت نداره سوالی هم ازت نمیکنه مؤاخذت هم نمیکنه چیزی که از عربستان سازی ایران میخواستن به خورد ما بدن مسلمون های عریض مثل همین اینایی که الان توی تصویر دیدین کاملا عریض و از لحاظ عقلی مریض جوری که بیای بحث پنجاه هزار آدمی که قتل عام شده رو با تهارت یکی بکنید برید بابا تهارت خودتون رو یاد بگیرید چه جوری برید دستشویی چی کار دارین تو مسل... توی فلسطین چه مسلمانای کشته شدن اصلا چرا دارن چیکار میکنن اینا خدا مؤاخذه نمیکنن شما اینا مجبورن که یه همچین حرفایی رو بزنن چرا چون وقتی که قلاده دست آمریکا باشه اون میکشه که چه سمتی بری میخواد شاید هم خیلی جاها میخواد حکومت عربستان که خودی نشون بده به عنوان یک حکومت مسلمان ولی نمیتونه چون منافعش در خطره و کسایی که خیلی علاقمند هستن که از ایران عربستان سازی بکنن و اقتصاد و شکمشون سیر بشه ولی توان حرف زدن نداشته باشن که به این جور جاها فکر بکنن دمتون گم که تا اینجا برنامه رو دیدین امیدوارم که خوشتون اومده باشه حتما لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه اگر دوست داشتین برنامه رو به اشتراک هم بذارین یا علی مدد تا قسمت بعدی خدا